درود به همه به اپیزود پنج از برنامه 10 minutes of bliss در خدمتتون هستیم امروز یک برنامه خیلی مهم داریم راجع به عشق و اینی که چطوری ما میتونیم عشقمون رو بیان کنیم چطوری میتونیم عشقمون رو نشون بدیم به شریکمون به, تا، به همسرمون و شریک زندگیمون به همسرمون به بوی فرندمون،, فرندمون و این خیلی ماجرای مهمیه به خاطر اینکه بسیاری از ماها عاشق هستیم و در روابط احساسی هستیم در روابط لوف ریلیشنشیپ های هستیم که با وجودی که طرف مقابلمون رو دوست داریم طرف مقابلمون و سعی می کنیم که همه کاری براشون بکنیم هر کاری که در ذهن ما درست هست ما می بینیم که پارتنرامون همسرمون شریکمون بویفرندمون گرفرندمون این عشق رو متوجه نمیشه و اول این ماجرا از نرم نم نم نمه شروع میشه اما نهایتا به جایی میرسه که به قرض زدن و شکایت و شکوه میرسه و اگر هم بهش رسیدگی نشه خیلی میتونه مسئله حادی باشه این مسئله خیلی از لحاظ من در زندگی همه ماها مهمه به چند دلیل یک دلیل اولش اینه که در نهایت انسان ها هر کاری که تو زندگیشون میکنن چه زن چه مرد برای اینی که به یک رابطه عشقی خوب و یک رابطه ای که ارزایشون بکنه و خوشحالشون بکنه میخوان همه در اون راستا کار بکنن چه بسا که ما این همه زحمت میکشیم اما مهمترین قسمت که اون صحبت کردن یا کمیونیکیت کردن یا رد و بدل کردن انرژی اشخاص رو ما نمیتونیم تکمیل بکنیم و دلیل دوم اینه که همه ماها باور داریم به دلایل اشتباه که در جاهای دیگه صحبت خواهیم کرد که باورهای شخصی ما همون باور باورهایی هستن که بقیه هم بهشون باور دارن در حقیقت هر چیزی که ما باور داریم تمام دنیا هم اونجوری هست اگه نیست پس اونا احتمالا دارن اشتباه میکنن از اونجا هست که وقتی مثلا ما از هدیه گرفتن خوشمون میاد فکر میکنیم به هر کسی هم که دوست داریم باید هدیه بدیم که اون هم خوشحال بشه و حس عشق درش وجود بیاد یا اگر که از تماس فیزیکی و اینتیمت و چیک تو چیک بودن خوشمون میاد فکر میکنیم اگر یک پارتنر داشته باشیم اون هم همین چیزها ارزایش خواهد کرد در صورتی که این کاملا اشتباهه ما کتاب پنج زبان عشق رو میخوایم یک مروری بکنیم نوشته دکتر گری چپمن این کتاب میاد به پنج زبان عشق که دکتر چپن بحث طبقه بندی میکنه به words of affirmation یا کلماتی که تایید کننده هستن acts of service یعنی کارهایی که ما انجام میدیم که فقط هدفشون این هست که بدون چشم داشتی ما بیایم و به همسرمون یا به شریکمون یا به boyfriend girlfriendمون فقط میخوایم برای رضایت اونا نه برای به قصد اینی که چیزی به ما برگرده که در قسمت های قبل هم راجع به این صحبت میکردیم که اون یک تصمیم و عمل غیر مدبرانه هست وقتی که ما یک کاری رو انجام میدیم با توقع به اینی که یک چیزی رو میخواییم در جواب پس بگیریم پس در عشق حرکات حرکاتی که ما در خدمت به همسرمون و شریکمون انجام میدیم یک گروه دیگه هست ریسیوینگ گیفت یا گرفتن هدیه سومی هست که تقریبا بیشتر انسان ها فکر میکنن جزو مهمترین ها هست و ما به صحبت این هم میپردازیم که این اشتباه این طرز تفکر کوالیتی تایم یا اون زمانی رو که یعنی اون کوالیتی تایم در واقع میشه زمان رومانتیکی تایم رومانتیکی رو که با هم دیگه تیمی کنیم و نهایتش هم میشه اون تماس فیزیکی انسان ها. حالا چرا مهم هست که ما بدونیم مثلا زبون لوف لنگویج یا زبان عشق طرف مقابل ما چی هست مسلما مهم بودنش به خاطر اینی که این به ما کمک میکنه که بهتر احتیاجات طرف مقابلمون رو درک بکنیم و بدونیم که دقیقا چی بهشون حال میده به جای اینی که هی بخوایم توی ذهن خودمون خیال پردازی کنیم و بریم بر اساس اون عمل بکنیم بیایم بعدم توی فکر خودمون بهشون هر چیزی رو که میخوایم در زبان عشق خودمون بدیم و میبینیم که هیچ نتیجه نمیبینه اینجوری هم اونها دل سرد میشن هم, هم این که ما از برخورد اونها دل سرد میشیم حال سوال اینه که اگر ما میخوایم به یک نفر عشق بورزیم آیا باید بر اساس استانداردهای خودمون با اونها برخورد بکنیم اون چیزی که ما رو خوشحال میکنه به طرف مقابل هم بدیم یا اون چیزی که طرف مقابلمون رو خوشحال میکنه مسلما اگه عاشق کسی بودی تو زندگیت میدونی که وقتی میدونی یک چیزی خوشحالش میکنه دیگه همون کاریو می که خوشحالش میکنه چون هدف خوشحال کردن عشقته نه اینی که هدف اینه که هر کاری که من دوست دارم خودم انجام بدم اون خودخواهی هست و اصلا این به عشق نداره پس میریم سراغ این ماجرای Languages of Love یه خورده تا وقت داریم ماجرا رو وازش کنیم بیشتر کار دیگه که میکنه اینه که این باعث میشه که سوء تفاهم،, سو تفاهم تفاهم ها هم کمتر بشن و مطمئنا این کمک میکنه که وقتی ما بتونیم زبان عشقمون رو به زبان همدیگه بیان بکنیم باعث میشه رابطه همون به هم نزدیکتر و مستحکمتر بشه خب حالا چطوری میتونیم پیدا بکنیم که زبان عشق همسرمون یا پارتنرمون یا طرف مقابلمون چی هست اولین راهش اینه که باید مشاهده بسیار با دقت داشته باشیم که چطوری اون شخص و طرف مقابل ما به بقیه عشق رو میخواد نشون بده معمولا هر کسی همون جوری که سعی میکنه عشق رو نشون بده راهی هست که خودش هم اونجوری میخواد عشق رو دریافت کنه و به عنوان پرایمری یا دلیل اول و بزرگترین دلیلی که باعث میشه بزرگترین عاملی که باعث میشه طرف ما بتونه عشق تجربه بکنه اون راهی هست که خودش هم ازش میخواد عشق رو به بقیه نشون بده یک راه دیگه اینه که دقت بکنیم و این باز هم مهم دقت بکنیم و توجه بکنیم که شکایت ها و شکوه های طرف مقابل ما در کمبود عشق مبنا بر چه چیزی هست معمولا همه میگن که چه چیزی رو بیشتر میخوان و نهایتش اینه که مستقیما ازشون سوال بکنیم که بیا مثلا یه تست کویز انجام بدیم آنلاین که ببینیم هر کدوممون زبون عشقمون چی هست خب حالا یک توضیح کوچیکی راجع به هر کدوم از موضوعی که راجع بهش صحبت کردیم words of affirmation یا کلمات و حس خوب به هم دیگه دادن چیزایی مثل من عاشقتم چیزایی مثل نامه های عشقی مثل شعر برای هم گفتن و از حسن و خصوصیات همدیگه تمجید کردن و همدیگه رو در مقام های بالایی گذاشتن این میشه کلمات تعییدیه که بسیاری عشق رو در این راه تجربه میکنن Acts of Service یا خدماتی که ما میدیم بدون چشم داشت به بقیه مثلا کارهایی رو بکنیم بدون اینی که از ما سوال بشه برای اینی که بخوایم طرفمون رو خوشحال بکنیم یا اینی که بیایم و کاری رو انجام بدیم که اونا خودشون باهاش حال نمیکنن ولی صرفا بدون اینی که از سوال بشه فقط ما هیچ کاری رو که اونا دوست ندارن بریم و براشون انجام بدیم یعنی که سورپرایزشون بکنیم با یه کار کوچولوی خیلی بامزه مورد سوم بازم گفتم بیشتر فکر میکنن که آدم ها هر وقت نمیدونن میرن سر این موضوع و این دریافت کردن هدیه هست مطمئنا اینی که ما ببینیم که چه چیزی هدیه چه،, چه اقلامی اون هدیه باید باشه تا طرف ما به عنوان هدیه و به عنوان عشق بهش نگاه بکنه خیلی مهمه شاید یه کسی از نقاشی خوشش بیاد یه کسی دیگه از جواهر یه کسی دیگه از نامه ها نمیدونم پست کارت هر کسی یک چیزی رو توقع داره بعضیا لباس بعضیا ماشین خونه امیدوارم که شما با ماشین و خونه دیل نکنید خونه خراب میشی <تص> quality تایم یعنی اصلا شوخی داشتم میکردم زمان رمانتیکی رو که ما با همدیگه فقط با هم میذاریم دو نفره بشینیم با همدیگه چش به چش هم نگاه بکنیم از همدیگه سوالهایی بکنیم که عمیق هستن و واقعا به جواباش گوش بدیم بدون این که وقتی داره طرفمون حرف میزنه فکرمون تو سوال بعدی باشه توی ده دقیقه آینده باشه توی شب باشه توی هفته آینده توی رفیقم توی کارم توی خانواده توی مشکلم در اون لحظه تنها چیزی که مهمه اینه که با هم باشیم و این میشه کوالیتی تایم آخری هم که میشه تماس فیزیکی که ما با هم دیگه میگیریم که همدیگه رو ناز و نوازش کردن کی اول حرکت اول رو بزنه برای اینی که ناز و نوازش رو شروع بکنه بوس کردن بغل کردن و همدیگر رو نگه داشتن دست همدیگر رو گرفتن و اینا میشه پنجمیش که فیزیکال تاچ میشه زمان این برنامه هم به, به اتمام رسید اما من میخوام دو تا سه تا آمار بهتون بدم کتاب پنج زبان عشق به 13 میلیون فروش در دنیا رسیده 50 زبان متفاوت ترجمه شده و تحقیقاتی که توی کتاب نشون میده نوشته شده میگه که کسانی که زبان عشق همسرشون رو میفهمن نشون داده شده که روابط بسیار گرم و خوبی دارن و همچنین از تقریبا هزار نفر که آمارگیری شده اینا متوجه شدن که به ترتیب اولین زبان عشق کوالیتی تایم یا اون زمانی هستش که با هم دو تایی رمانتیکلی اسپن میشه اکتس اف سرویس یا خدمات تماس فیزیکی و هدیه گرفتن در آخرین قسمت و نهایتا مردها بیشتر به تماس فیزیکی علاقه دارن در مقایسه با خانم ها و خانم ها بیشتر به خدماتی که بهشون داده میشه بیشتر کاده ها و خدمات پولی نیستند حتما لازم نیست که پولی توش در نگرانت بکنه ولی مهم اینه که معنادار باشن و عمیق باشن ما اینجا برنامه رو میخوایم جمع بکنیم امیدوارم که اگه این برنامه بهت خدمتی کرده باز بیا بهش گوش بدی سابسکرایب کن لایک کامنت اینا یادت نره با هم صحبت کن که من ببینم تو چه حسی داری راجع به این برنامه و اگه بهت کمک کرد به دوستات هم که برات مهم بفرست که چه بسا به اونها هم بتونه کمک کنه رابطه قشنگ تایی داشته باشن تا برنامه بعد درود و امیدوارم بهترین رو داشته باشید are you serious yes you can read it uh tabela, tabela yeah, or yeah, yeah, or yeah, yeah, you can yeah. read it there and then you can drink okay? you drink it yes yes wow. nothing happens. i'm i'm sure but one day one glass oh one day one yes glass. but first you can read it that. that's right <laughs>